درود به شما همراهان در برنامه امروز به دو تا خبر میپردازیم خبر اول در رابطه با سالگرد شلیک به هواپیمای اوکراینی و مطالبی در این زمینه هست و مطلب دوم راه اندازی کارزار اعدام در ایران را متوقف کنید از سوی هنرمندان هالیوود با ما تا پایان همراه باشید پیش از اینکه بریم سراغ مشروع اخبار به شما یادآوری کنم که با سابسکرایب کردن کانال و زدن زنگوله میتونید از ما حمایت کنید. ضمنا لایک کردن شما و کامنت گذاشتن شما میتونه باعث بشه ما حمایت بشیم و انگیزه ساخت ویدیوهای بیشتری رو به دست بیاریم. پس برای حمایت از ما سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنین، کامنت بذارین و لایک کنید. سومین سالگرد شلیک به هواپیمای اوکراینی نابودی تهمانده اعتماد به حکومت اما دی دوباره یکی از شایعاتی که مطرح شده گفتن که بقایای یک موشک روسی و کنار این هواپیما پیدا شده نه هیچ هم چیزی نبوده هم چیزی نیستش خب شاید توش بعضی شبکه‌های مزید بعضی مسئله بسازن ولی هم چیزی نیستش این بس انفجاری هم که ایشون بهش اشاره کردش در بر اساس برخورد به زمین بوده نه اینکه بخواد چیز دیگه بخواد زمین هم. بشه. با استناد به سخنان کارشناسان برای تکذیب شلیک به هواپیمای اوکراینی باعث شد که اعتماد به کارشناسانی که در رسانه های دولتی سخن میگویند نیز از بین برود سه روز پنهانکاری و کتمان مقامات حکومت و سخنان پس از آن باعث شد که حتی گروهی از حامیان حکومت به اخبار و سخنان مقامات بدبین بشن به خصوص اینکه خود مقامات مدعی شدن از ابتدا حدس میزدند که هواپیمای خودی هدف قرار گرفته این رفتار مقامات باعث شده که خانواده برخی از جان که نزدیک به حکومت بودند از عمدی بودن شلیک سخن بگن ماجرا حتی به شخص رهبر جمهوری اسلامی هم کشیده شد و مهدی کروبی در نامه نوشت که خامنه ای یا از فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی آگاه بوده بود و اجازه فریب مردم رو داده یا از اون بیخبر بوده که در هر دو صورت شرایط رهبری رو نداره هجدهم دی ماه 98 و چند ساعت پس از حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا در عراق هواپیمای اوکراین سقوط کرد و از همون ساعت اولیه گزارش های مبنی بر شلیک موشک به این هواپیما وجود داشت هواپیما گرفته شهریار فردوسیه بسم الله الرحمن الرحیم خدا خود, خود. امیرعلی حاجیزاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران بعدا مدعی شد که همون روز چهارشنبه در راه بازگشت از غرب کشور به تهران گفته که من احتمال بالا میدم که هواپیمای خودی رو زدیم با این حال روند هاشا تا سه روز ادامه داشت و حتی وقتی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و جاستین ترودو نخست وزیر کانادا اعلام کردند که این هواپیما بر اثر شلیک یک موشک زمین به هوای ایران سرنگون شده علی عابدزاده رئیس هواپیمایی کشوری ایران سرنگونی هواپیما با اصابت موشک رو از لحاظ علمی غیر ممکن خونده. رویترز، سی بی و نیوزویک هم به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکایی که هویتشون فاش نشده، نوشتند که هواپیما با موشک ایرانی ساقط شده، اما علی ربیعی، سخنگوی دولت و دیگر مقامات دولتی از اساس موضوع شلیک رو تکذیب کردند و ربیعی هم گفت وقتی که مشخص شد این ادعا دروغ آری از حقیقته، هیچ کس مسئولیت این دروغ بزرگ رو بر عهده نخواهد گرفت. این مقامات دولتی اما بعد از اون گفتن که باشون به استناد سخنان مقامات نظامی بوده. همزمان با سخنان مقامات دولت، خبرگزاری های ایرنا و تصنیم گزارش هایی رو با عناوین هفت دلیل یا شش دلیل برای دروغ بودن ادعای اثبات موشک به هواپیمای اوکراینی منتشر کردند. ایرنا حتی بیانیه جمعی از متخصصان اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران و دانش آموختگان مهندسی هوافضایی دانشگاه صنعتی شریف رو با عنوان ده دلیل در رد ادعای اصابت موشک به هواپیمای مسافربری اوکراینی منتشر کرد. در فایل افشا شده از مصاحبه محمد جواد ظریف هم اعلام کرد که روز جمعه یعنی دو روز بعد از سقوط هواپیما در جلسه شورای عالی امنیت ملی به مقامات این شورا و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفته که اگه واقعا مشک خورده بگین که ما ببینیم چطوری باید علاجش کنیم اما اونا بهش تاختن و گفتن انگار کفر ابلیس گفته ظریف گفته که در همون روز کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی از ظریف خواسته که شلیک موشک رو تکذیب کنه. در نهایت روز شنبه 21 دی ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد که هواپیمای اوکراینی بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیرعمد مورد اصابت قرار گرفته. بسم الله الرحمن الرحیم حادثه دلخراش سرنگونی هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین رو بنده در غرب کشور بعد از اجرای عملیات ضربات موشکی بر علیه پایگاه های امریکا شنیدم و موقعی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم که ای کاش میمردم و چنین حادثه ای رو شاهد نبودم ما یک عمر خودمون رو پیشمرگ مردم کردیم و امروز هم آبرمون رو با خداوند متعال معامله میکنیم و در این شرایط سخت در مقابل دوربین ها ظاهر شدیم رهبر جمهوری اسلامی هم از فرماندهان سپاه به دلیل توضیح سقوط هواپیمای اوکراینی با مشک تشکر کرد و گفت که در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی ابهاماتی وجود داره خب سقوط هواپیما حادثه تلخی بود دل ما رو به معنای حقیقی کلمه سوزانید اما مهمتر و بالاتر از ضربه نظامی ضربه حیثیتی بود ضربه به هیبت ابرقدرتی آمریکا بود متوقف نکردن پروازها در شب شلیک موشکهای سپاه پاسداران به پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق هم موضوعی که هیچ مقامی پاسخ درستی به اون نداده برخی از مقامات اعلام کردند که چنین کاری نقشه این حملات رو بر بالا کرده اما بعدا مشخص شد که سپاه پاسداران حمله خودش رو از طریق مقامات عراقی به آمریکا اطلاع داده بوده این ماجرا وقتی عجیب تر میشه که امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران گفته بود ما احتمال شلیک کروز و ورود هواپیما رو داشتیم و خودمون رو آماده درگیری همه جانبه کرده بودیم حاجیزاده همچنین تقصیر متوقف نشدن پروازها رو به گردن نهادهای دیگه انداخته و گفته بود که ما چندین بار درخواست کردیم که فضای کشور از پروازها خالی بشه و به اصطلاح کلیر بشه اما به ملاحظه برخی مسائل عزیزان ما این موضوع رو دنبال نمی کنن. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران و دیگر مقامات در سه سال گذشته سخنانی را گفتند که داغ خانواده جانباختگان معترضان را تازه کرده از جمله حاجیزاده گفته بود چطور میشه هواپیما به این پهن پیکری با چند کیلوگرم مواد منفجره نتونه به فرودگاه برگرده و نشینه روز 22 دی حسین سلامی فرمانده کل سپاه در جلسه غیرعلنی علنی مجلس گفته بود که اگه ما مطرح نمی کردیم که هواپیما با موشک ساقط شده هیچ کس هم متوجه نمی شد. و من این رو به شما عرض کنم خدا گواه هست ما خودمان منشأ ایجاد این فرضیه شدیم که ممکن است موشک ما اصابت کرده باشد فقط به دلیل همزمانی فقط به دلیل همزمانی و اگر ما خود مبدع شکلگیری این فرضیه نبودیم هیچ کس نمیتوانست متوجه شود محمد رضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران هم گفته بود ما میتونستیم خودمون رو به قرائن بسیاری آویزون کنیم و بگیم اشتباهی انجام شده و دشمن جنگ الکترونیک کرده اما این کارو نکردیم حسن روحانی هم با اشاره به سابقه خودش در فرماندهی ستاد پدافند هوایی گفته بود در این داستان نمیشه فقط یک فرد رو مقصر دونست نه اینکه یک فرد که دکمه رو فشار داده مقصر بوده بلکه دیگر کسایی هم هستن در کنار این مقصر باشند. نه اینکه یک نفر که دکمه رو فشار داده مقصر بوده این دیگرانی هم هستند و من میخوام این مسئله با صداقت برای مردم بیان بشه مردم ما میدونن که این حادثه از روی اشتباه و صحف صورت گرفته معلومه اما چه کسانی دخیل بودند و چه شرایطی پیش آمد که این صحب انجام گرفت با این حال سرنوشت دادگاه متهمان شلیک به هواپیمای اوکراینی شبیه به پرونده کوی دانشگاه تهران و ماجرای موسوم به اروجلی ببرزاده یا قتل زنجیری شد و مقامات سپاه پاسداران اشتباه یا تخلف رو تنها محدود به اپراتورهای پدافن نسبت دادند. در حالی که پرونده شلیک به هواپیمای اوکراینی به اپراتور و فرماندهان ردی پایین محدود شده برای معترضان به شلیک این هواپیما حداقل 50 سال حکم صادر شده بهاره هدایت که به دلیل شرکت در تجمع جلوی دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی به چهار سال زندان محکوم شده بود بعد از اعتراضات سراسری امسال برای اجرای حکم بازداشت شد مهدی محمودیان هم به اتهام فراخان روشن کردن شب یاد قربانیان انهدام هواپیمای اوکراینی به چهار سال زندان محکوم شده پیش از اونم 27 نفر به دلیل شرکت در اعتراضات مربوط به سقوط این هواپیما و همدردی با جان باختگان به بیش از 41 سال زندان محکوم شده بودند. به جز افرادی که نامشون مشخص شده برخی از وکلا هم بدون اشاره به نام موکلانشون اعلام کرده بودند که اونا به دلیل شرکت در این تجمعات اعتراضی به زندان محکوم شدند. گزارشگران بدون مرز پنج شنبه 17 بهمن 98 با انتشار گزارشی از احزار 21 روزنامه نگار در شهرهای مختلف ایران از طرف سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و تهدید اونا بعد از افشای دروغ حکومتی در رابطه با ساقط شدن هواپیمای اوکراینی خبر داده بود. بریم سراغ خبر بعد که خبر جالبیه کمپین پشتیبانی ستارگان هالیوود از خیزش آزادی خواهی مردم ایران کیت بلانشت، جیسون موموا، ساموئل ال, ال، جکسون، برایان کرانستون و ایوا لونگریا از جمله بیش از 50 هنرمند، بازیگر و دستن در هنر سینما با حمایت از خیزش مردم در ایران خواستار پایان دادن به اعدام معترضان بازداشتی شدند. وبسایت هالیوود ریپورتر گزارش داد که نیکول نجفی فیلمنامه نویس ایرانی آمریکایی آنا لیلی امیرپور کارگردان نویسنده و تهیه کننده و موژان مارنو هنرپیشه آمریکایی ایرانی تبار سینما و رادیو تلویزیون در یک پیام ویدیویی با اشاره به بازداشت هزاران نفر از مردم و اجرای حکم اعدام معترضان اعلام کردند ما در کنار مردم ایران در مبارزه اونا برای آزادی میستیم می هزاران معترض دستگیر شدن و شماری هم اعدام شدن بسیاری هم در خطرن اما دنیا ناظر این وضعیته اونا به مخاطبان توصیه میکنن به این کارزار بپیوندن و با عکس گرفتن از خودشون با نوشته و هشتک اعدام رو در ایران متوقف کنین و انتشار اون در شبکه های اجتماعی به این کارزار بپیوندن موژان مارنو به هالیوود ریپورتر میگه که ما میخوایم تا حد امکان چشم دنیا رو به مسائل ایران باز کنیم و با این کمپین کاری کنیم که جمهوری اسلامی زیر فشار قرار بگیره و متوجه بشه جامعه بین المللی ناظر بر اقدامات اوناست هدف دیگه اینه که به ایرانیان داخل کشورم نشون بدیم که دنیا پشت اونا ایستاده و فراموششون نمیکنه. به اونا بگیم که اعتراضا رو تو رنج اونا بیهوده نیست. اونا تو خیابونا هستن و جان خودشون رو به خطر میندازن و حالا ماهاست که خیزش اونا ادامه داره. ما نمیتونیم استقامت روحی و جسمی اونا رو دست کم بگیریم آنا لیلی امیرپور هم میگه ما به نقطه‌ای رسیدیم که میدونیم نسل جدید مردم ایران خواهان آزادی هستن و سرنوشت خودشون رو در دست میگیرن و تنها کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که این گفتمان رو با ابتکارات نو و حیاتی ادامه بدیم از دیگر حامیان مردم ایران در دنیای هنر ماریون کوتیار بازیگر فرانسوی هست که برای نقش های مختلف در فیلم های مثل بلاک بستر و مستقل شهرت داره و برنده جایزه اسکار و گلدن گلوب هست. اون به همراه دیگر ستاره های سینما مثل جولیت بینوش موهای خودش رو در حمایت از زنان ایران قیچی کرد. نیکول نجفی درباره اهمیت جلب حمایت سلبریتیا برای پشتیبانی از مردم ایران میگه دیدن افراد غیر ایرانی در رسانه ها که جلوتر از دیگران از ما حمایت میکنن معنی بسیاری داره چون رسانه های خبری مردم ایران رو نادیده میگیرن خیلی از اونها اصل موضوع رو اشتباه منعکس میکنن و حتی گاهی اوضاع رو بدتر کردن امیرپور میگه کمترین کاری که میتونیم انجام بدیم تماس گرفتن با اهالی سینما و تلویزیون هست تا از اونا بخوایم از مردم ایران حمایت کنند. اون ادامه میده وقتی انتقادهایی رو درباره افراد مشهور میبینیم که چرا درباره مسائل سیاسی صحبت میکنن برام بی اهمیته مسئله مهم جلب حمایت از مردم ایرانه نیکول نجفی با اشاره به بازداشت شماری از سینماگران در ایران از جمله ترانه علی دوستی که خب اخیرا هم آزاد شد جعفر پناهی و محمد رسولوف که همچنان در زندان هستند اضافه کرد ویدیوهایی که در کارزار حمایت از مردم ایران منتشر شد مثل یک تومار مورد حمایت سلبریتی قرار گرفت امیدوارم افراد بیشتری به ویژه در بین هنرمندان شجاعت به خرج بدن و حمایت علنی خودشون رو از مردم ایران بیان کنن و حمایتشون رو در رسانه های اجتماعی نشون بدن. امیدوارم افراد مشهور در حین سخنرانی در مراسم و جشنواره‌ها درباره ایران بیشتر صحبت کنند. نباید چشم بر وضعیت جامعه ایران ببندیم و میبایست از هر موقعیتی برای رسوندن صدای مردم استفاده کنیم. حالا متوجه شدیم که حتی یک قدم کوچیک در هر جای دنیا که باشین برداشتنش چقدر میتونه در رسوندن صدای مردم به دیگر اقصا نقاط دنیا مهم باشه؟ هر جا که هستیم با برداشتن حتی قدمی کوچیک میتونید در راه پیروزی این انقلاب مؤثر باشین. خوب عزیزان به پایان این بخش خبری رسیدیم سپاس از همراهی شما تا بخش بعدی بترود